در روزهای سالگرد ربودن انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، به رغم تبلیغات و آمارسازی‌های شیادانه و ادعای پیشرفت و دستاوردهای آنچنانی، فریادهای وحشت از شرایط انفجاری جامعه و دلسوزوندن برای معیشت سخت مردم از تریبون‌های مختلف نظام به گوش می‌رسه. علت واقعی این هشدارها و اظهار وحشت‌ها چیه؟ گزارشی در این رابطه. محمد قسیم عثمانی عضو مجلس ارتجاء در جلسه 16 بهمن از وسط وعده درمانی یک مرتبه به عرصه جنگ باندی رفت و طوق فضاحت کارنامه 40 ساله نظام را به گردن انداخت. وظیفه مجلس شورای اسلامی این است که از بودجه سال آتی یک سپر دفاعی مؤثر و کارا در مقابل فشار آمریکا بر معیشت ملت ایران تدبیر و طراحی کند. اما آنچه در این میان برای مردم غیر قابل تحمل است، عدم تحقق آرمان‌ها و فشار اقتصادی نه در اثر فشارهای آمریکا بلکه در اثر خود تحریمی‌ها و سوء مدیریت‌ها، ناکارآمدی‌ها، باندبازی و جناح‌بندی‌ها، سپردن امور به افراد فاقد صلاحیت و ناتوان، حذف افراد توانمند و موجه به دلیل غیر موجه و جناحی، نگاه غلط به حل مشکلات کشور تحت عنوان انقلابیگری، تندروی‌های غیر معقول و غیر منطقی، تبعیض‌های ناروا به دلیل مسائل قومی و مذهبی، به کارگیری مدیران مرعوب از آمریکا در سطح خرد و کلان و نگاه ناامیدانه به آینده کشور است. آنچه این عضو مجلس ارتجاء را از وسط امید درمانی به وادی دعوای باندی و یادآوری بحران‌های لاینحل پرتاب می‌کند، هراس مشترک تمام مقامات حکومتی است که هر یک به زبانی آن را به زبان می‌آورند. مردم شاه را از کشور بیرون نکردند که برخی از مسئولین در نظام جمهوری اسلامی برای خود زندگی شاهانه در لواسان و شمال شهر تهران ترتیب دهند و فرزندانشان را به سوئیس و کانادا بفرستند. چگونه ممکن است فردی با 40 سال کارمندی و مسئولیت امروز هزاران میلیارد تومان سرمایه داشته باشد؟ مردم انقلاب نکردند که تا نظام بانکی کشور از همه کشورهای لایک نیز ربوی تر باشد و فساد اقتصادی سازمان یافته روز به روز گسترش یابد. این آخوند هراسان در انتها به کانون وحشت نظام نزدیک شده و نسبت به تبدیل یک بحران اجتماعی به یک چالش امنیتی هشدار داد. طاهرخانی عضو دیگر مجلس ارتجاء هم از ناکارآمدی طرح‌های دولت و معیشت مردم ابراز نگرانی کرد. دولت باید بپذیرد تدابیری را بیندیشد که مشکلات مردم حل شود. مردم در شرایط سختی زندگی می کنند که مشکلات فراوان دارند. این که همه هشدار می دهند و سنگ معیشت مردم را به سینه می زنند اما هیچ کم راه حلی ندارند، چیزی جز بروز وحشت از قیام مردم ایران نیست. همان که روز 16 بهمن پاسدار زاکانی عضو سابق مجلس ارتجاء را به صحنه کشاند تا بگوید فتنه بعدی رو در رو کردن مردم با انقلاب است، همان که قبل از او هم خلیفه ارتجاء نسبت به آن هشدار داده بود. من هم به ملت عزیزمون عرض میکنم این بیداری رو حفظ کنید. اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین میکنیم چنان میکنیم، نقشه هایی رو برای جمهوری اسلامی ابراز کردند، یعنی در واقع نقششون لو رفت، این ممکنه فریب باشد، ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن، نقشه رو برای سال 98 بکشن.